عبد الله ابن الحسن نوه امام مجتبی سلام الله علیه، در اون وقتی که بنی امیه در حال زوال بودند به فکر افتاد که حکومت را به دست بگیره، جلسه ای تشکیل داد. عبدالله ابن حسن بزرگ بنی هاشم بوده، حالا غیر از ائمه و از کنم به خدمتون که امام صادق علیه السلام یک سفیر محترمی بوده و منصور هم یک جوانی بوده، اینها را جمع کرد و جلسه ای تشکیل داد و از حاضرین خواست که بیعت کنن با پسرش. امام صادق را خواستن که حضرت هم بیان شرکت کنن در جلسه و تأیید کنن این بیعت را. حضرت فرمودن این بیعت منعقد نخواهد شد، این نقشه خلاصه به هم خواهد خورد و شما موفق نخواهید شد. عبدالله ابن الحسن عصبانی شد از دست امام صادق و جسارت کرد به حضرت. این قضیه را مایلم بخونم. ان جماعه من بنی هاشم اجتمعوا بالابواء وفيهم ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس وابو جعفر المنصور وصالح ابن علي وعبد الله ابن الحسن ابن الحسن وابنه محمد وابراهيم. اینا اجتماع کردن. فبايعوا جميعا محمدا، محمد پسر عبد الله ابن الحسن ابن الحسن عليه الصلاه والسلام، همون محمد ابن نفس زكيه، با او بیعت کردن. و ارسل بذلك الى جعفر ابن محمد، و این مطلب را به امام صادق منتقل کردن که قضیه اینه، بیعت شد با محمد پسر عبدالله نبی امام حسن مجتبی سلام الله علیه به عنوان امام. قال عبدالله ابن الحسن لا نريد جعفرن، به قول امام الان ولش کن، کاری با جعفر نداشته باشید. لئلا يفسد عليكم امركم، کاری با اون نداشته باشید چون او اگر دخالت بکنه برنامه به هم میخوره. ولكن حضرت تشریف آوردن برای شرکت در جلسه و جاء جعفر فاوسع له عبد الله بن الحسن الى جنبه، عبد الله بن الحسن جا داد به حضرت که در کنار عبد الله حضرت نشستند. حضرت فرمودند لا تفعلوا، این کار را انجام ندید، دنبال این فکر نباشید. فان هذا الامر لم يات بعد، هنوز وقت اون نرسیده است که حکومت به دست بنی هاشم بیفته، نکنید این کار را، وقتش نیست الان. فغضب عبد الله، عبد الله عصبانی شد و قال لقد علمت خلاف ما تقول، من علم دارم برخلاف اون چی که تو میگی. و والله ما اطلعك الله على غيبه، تو علم غیب نداری، خدا به تو علم غیب نداده که این حرفی که میزنی از روی حسده. ولكن يحملك على هذا الحسد لابني، من میخوای پسر من حاکم بشه، آقا بشه، امام بشه، از روی حسد میگی این کارو نکنی. فقال، حضرت جواب دادن والله ما ذاك يحملني، قسم خوردن که از روی حسد من حرف نمیزنم. ولكن ذا، این ذا اشاره به ابوالعباس صفاحه، ابوالعباس صفاح و برادراش و فرزندانشون اونها حاکم خواهند شد. حضرت اخبار کردن از آینده. و ضرب بیدیه على ظهر ابی العباس، ابوالعباس صفاح هم در مجلس حاضر بوده. حضرت اخبار کردن که حکومت به دست این و برادراش و اولادش خواهد رسید، دونکم، به دست شماها نمیفته، یعنی به دست اولاد امام حسن مجتبی نخواهد افتاد حکومت، حکومت از آن اینهاست. ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن، بعد حضرت زدن به پشت عبد الله بن الحسن و قال انها والله، قسم خوردن که حکومت، به خدا قسم حکومت، ما هي اليك ولا الى ابنيك، حکومت به خدا قسم نه به تو میرسه و نه به محمد پسرت و نه به ابراهیم اون یکی پسرت، به اینها نمیرسه. ولكنها لهم، حکومت به بن عباس خواهد رسید. و ان ابنيك لمقتولان، اخبار کردن از اینکه هر دو فرزند تو مقتول واقع خواهند شد. این رو حضرت در چه شرایطی فرمودن؟ در شرایطی فرمودن که اصلا بنی العباس مطرح نبودن اون وقت، اصلا هیچ کسی گمان نمی‌کرد، زمینه ای نداشتن بنی العباس که حکومت به دست اونها بیفته، کسی توهم نمی‌کرد. صحبت این حسنیین بود و عرض کردم که جولانی که می‌دادن در اون ایام و دار و دسته‌ای که داشتن و اطرافیاشون، ولیکن حضرت فرمودن نه خیر. ثم نهوه، بعد حضرت از جلسه بلند شدن، از جلسه بلند شدن، در اثنا به شخصی که همراهشون بود فرمودن ارایت صاحب الرداء الاصفر، دیدی اون جوون، به تعبیر بنده اون جوونی که اونجا نشسته که ردای زرد پوشیده، یعنی ابا جعفر، ابو جعفر منصور. حضرت به اون شخص فرمودن دیدی اونو؟ قال نعم. قال فانا والله نجده یقتله، ما میبینیم که ابو جعفر منصور اینا رو به قتل خواهد رسوند، محمد را و ابراهیم را و دارو دستشون را. این ابو جعفر منصور جوانی بوده اونجا نشسته بوده. قال له عبد العزيز ايقتل محمدا،
محمد پسر عبدالله ابن الحسن را این میکشه به قتل میرسونه؟ قال نعم، اصلا گمان نمیکردم چنین چیزی به ذهنشون نمیومد. این شخص که اسمش عبدالعزیز ابن عمران الزهری میگه فقلت فی نفسی، تو دلم گفتم حسده و رب الکعبه، حسده و رب الکعبه، از بزهن نمیاد آخه. ثم این عبدالعزیز میگه، میگه ثم والله ما خرجت من الدنیا حتی رأیته قتلهما، ابو جعفر منصور محمد و ابراهیم را به قتل رسون و فرمایش امام صادق درست درآمد. که وقتی به امام صادق گفتن آقا این حرفی را که میزنی واقعا میدونی که داری میگی؟ مطمئنی؟ یا ابا عبدالله اتقول هادا؟ قال نعم اقول والله و اعلمه، میدانم. لذا امام صادق سلام الله علیه مرقب شدن به الصادق. این مطلب در کتاب مقاتل الطالبیین در صفحه 140، در کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 190 و در منابع دیگر هم هست. خب کسی که چنین مقامی را داشته باشه، آیا دیگری، حالا هر کی میخواد باشه، میتونه افضل باشه از چنین کسی؟ این افضلیت نیست. Straight Away TV.